اول كي سلام لخلق كردستان امیدوار هستم درست گفته باشم با کردی نیاز داره که من سر زبان کردیم کار کنم. سلام عرض میکنم خدمت تمام کردهای عزیز، خدمت تمام برادرها و خواهرها و عزیزانم در تمام مناطق، در تمام در سرتاسر دنیا. مردم کردستان و مردم ما یک اشتراکات بسیار زیادی داریم. هر جا که ما با یک برادر کرد، با یک خواهر کرد برخورد کردیم، وقتی که گفته شده افغان، یک نزدیکی با ما احساس کرده. همانطور که همه ما شما میفهمیم، همه ما از یک رگ، از یک خون، از یک پی هستیم و هیچ وقت جدا شدنی نیستیم. افغان و کرد، یا برتون ایران و کرد، یا عراق و کرد، یا عرب و کرد، چیزی نداره. همه ما یک هستیم، همه ما از یک رگ، از یک پی، از یک خون هستیم. امیدوار هستم که اینمی مشکلاتی که در چند سده اخیری که شما ذکر کردیم این حل شود و این جنگ ها و این خون ریزی ها و این مشکلاتی که پیش آمده اینا به کمک خدای متعال حل شود و بخیر همه ما و شما به یک ثبات، به یک صلح، به یک آرامش برسیم. همونطور که همه شما شاید در جریان باشین، افغانستان در چند دهه اخیر شاهد جنگ ها و مشکلات زیادی بود. ما از جنگ های داخلی گرفته تا جنگ های با متجاوزین زیاد داشتیم، ولی همیشه حق با او گروهی بوده که به خاطر خدا اول، به خاطر وطن و خاکش مبارزه کرد. لحاظا همیشه پیروزی با ماست، همیشه پیروزی با ماست. اتحاد مردم کردستان، اتحاد تمام مسلمین یک چیز نیک است و همیشه ما پشتیبان اون هستیم. امیدوار هستیم در هر جا که مسلمین هستن متحد باشن، پشت سر هم باشن و هر وقتی که کردهای عزیز بر افغانستان میاین مهمان ما باشن، ما در خدمتشان هستیم، چون برادر ما، ما را حساب بکنن و هر کمکی، هر مشکلی چیزی بود ما در خدمتشان هستیم. امیدوار هستیم که این راه و این رابطه‌ای که باید ایجاد شود بین مردم افغان و بین مردم کرد، این رابطه هر چی سریعتر ایجاد شود، این رابطه مستقیم شود و ما چون سالیان گذشته، چون دورانهای گذشته همون قسمی که یک جا و یک گروه و یک گپ و یک حرف بودیم، انشاءالله این دوباره صورت بگیره. من یک قضیه کنگره‌ای که شما گفتین به فال نیک میگیم، انشاءالله یک اتحادی صورت بگیره، انشاءالله در این منطقه خونریزی ها کمتر شود و جنگ ها کمتر شود و همه که به این نتیجه برسیم. بالاخره یک زمانی بود گذشت، یک دوران قرون وسطایی بود گذشت، یک دوران جاهلیتی بود گذشت. حال دنیا یک دنیای دیگه است، دنیا یک دنیای متفاوتی است و انسان ها بسیار نزدیک شدن به هم. در دنیای مدرن دیگه دنبال اختلافات نیست کسی، در دنیای مدرن دنبال اشتراکات هستند. در دنیای مدرن ما باید دنبال این بگردیم چه قسم به هم نزدیکتر شویم، چه قسم همدیگر بیشتر کمک کنیم، چه قسم به ارزش های والای انسانی همدیگر بیشتر احترام بگذاریم. کرد و فارس و افغان و تاجک و عرب و عجم نداره، همه ما انسان هستیم، همه ما فریده خالق متعال هستیم. لحاظ امیدوار هستیم این مسئله هر چیز سریعتر صورت بگیره و باز هم اگر سلام و موفقیت و پیروزی را خدمت تمام عزیزان، خدمت تمام دوستداران ما، خدمت تمام عزیزان ما در کردستان تقدیم می‌دارم و بهترین شده، بهترین گپ است و تنها راه حل است. هیچ وقت راه حل جنگ، جنگ نبوده، همیشه صلحی باید در انتهای یک جنگ باشه، نه یک جنگ دیگر. داستانی براتون تعریف میکنم از پدر مرحوم احمد شاه مسعود. وقتی جنگ ها صورت گرفت، وقتی که طالب ها آمدن، با همین گروه طالب ها چندین بار نشست کرد تا به صلح برسن. توجه، چرا؟ هیچ وقت جنگ راه حل نیست، هیچ وقت جنگ نمیتونه یک راه حل باشه، هیچ وقت کشتن باعث نمیشه که فراموش شوه یک غم. یک غم دیگر خلق میکنه، یک خانواده دیگر را داغدار میکنه.
لحاظا جز سوال جز همدلی راه دیگری نیست. پدر ما همیشه تلاش کرد در اینجا چه در زمانه برطولیم طالب ها و چه بعد چه در زمان روزها و چه در زمان طالب ها که یک صلح ایجاد شود و مردم آسیب نبینند به خاطر تفاوت های فکری چند نفر و تفاوت های فکری چند حزب. مردم عام چگونه دارند؟ لحاظ این مسئله و این پیام جناب بارزانی در راستای فکر احمد شاه مسعود است. من فکر با اون است. مشکلاتی که شما شاید آگاه باشین یا نباشین در سالهای 92 تا 94 مشکلاتی این مشکلات افغانستان، جنگ های داخلی در تاجیکستان در حال رخ دادن با دخالت شهید بزرگوار احمد شاه مسعود و بعضی از بزرگان دیگر جلوگیری کردن از جنگ های داخلی در کشور. چرا؟ چون معتقد بودن جز صلح راه حل نیست و ما تجربه کردیم و این را به تمام دنیا میگیم بابا جنگ ساحل راه حل نیست، کشتار جزی که یک بدبختی دیگر بیاید، جزی که خانه خود ما و شما را بزنه خراب کنه راه حل نیست. لحاظ صلح است و ما این پیام ایشان جناب بارزانی را اول سلام خدمت ایشان عرض میکنیم و فال نیک میگیریم. امیدوار هستیم صلح در منطقه هر چه سریعتر بیاید، چرا که تنها راه حل است در مناطق کرد نشین، در سوریه، در عراق، در افغانستان، در برما و در تمام کشورهای مسلمین. امیدوار هستیم صلح بیاید، چرا که با صلح همه چیز انشاءالله جور میشه.